اون عکس با مامان بابا رو نمیدونم، ولی اون یکی عکس طبق گفته مامان هوری دقیقاً یک هفته قبل از گم شدن شما عکس شده. اون عکسی که مال خودتونه فلواقع به لحاظ زمانی دارم عرض میکنم، بعید فاصلش با این یکی عکس خیلی زیاد باشه چون خیلی به هم شبیهین. بله خودمم. فقط سوالم اینه که بعد از این همه سال چی شده به فکر افتادین که منو پیدا کنین حالا که من زندگیمو دارم از زندگیمم راضی؟ فلواقع ما یعنی از وجود همدیگه خبر نداشتیم، اصلا فکر نمی کردیم که با همدیگه خواهر برادریم، تازه همدیگه رو پیدا کردیم، کلی هم گشتیم تا به شما رسیدیم. راستش چند سال پیش ناپدری من با من در مورد این موضوع صحبت کردن، اما من همیشه و عمیقا حس می کردم که بچه این خانواده نیستم و احساس می کردم که متعلق به یک خانواده سطح بالاتری هستم. خدمتتون عرضم که سطح بالا که حالا نه، اگه متوسط اینجا در نظر بگیریم یه مقدار پایین‌تر، خدا رو شکر راضیم، خوبه. کدوم منطقه زندگی می کنین؟ خدمتتون می خوام آدرس دقیق اگه بخوام بدم که... آجودانیه. نه، به سمت میدان ارتش که تشریف میارین، وارد بزرگ راه میشین به سمت جنوب، مثلا 30-45 دقیقه توی مایا راه هست و به یه کوچه بن‌بست که میرسین همون حول میشه. داریم معاشرت میکنیم. حالا جدا از این حرفا، من خیلی خوشحالم که خواهر دارم. اصلا از بچگی دوست داشتم خواهر داشته باشم، بعد اونقدر خاص قشنگ میبینی. من جسارتن چون پدر مادر چشم انتظارن، میخوام ببینم تصمیم شما برای دیدار باشون چیه. به هر حال اونا 30 سال پیش منو گم کردن و من در این 30 سال خودم رو پیدا کردم، راهم رو پیدا کردم، مسیرم رو پیدا کردم و عشقم رو پیدا کردم و متاسفانه این راه برای من بازگشتی نداره. قربونتون برم ملودی جون، مامان بابا که از قصد شما رو گم نکردن، اتفاق بوده افتاده. حالا بله میتونید، اینا آدمایی هن که همه بچه هاشونو اکثر بچه هاشونو گم کردن، خیلی آدم های بچه گم کنی هن تفلکی ها. قسمت من بود که گوهر خانمو گم نکردن. خب به هر حال من نمیخوام آرامش زندگیم رو به هم بزنم، ولی اینکه چون شما زحمت کشیدین و تا اینجا اومدین، من به هر کدوم از شما یکی از پکیج‌های کلاس‌های موفقیتم رو با 25% تخفیف تقدیم می‌کنم. بقیه‌اش رو هم می‌تونین زحمت بکشین، کارت بکشین. خیلی ببخشید ملودی جون، من واقعا معذرت می‌خوام. مامان بابای من تو خونه داره دلشون پر می‌زنه شما رو ببینن. شما پکیج ارائه می‌دین، اونم با 35% تخفیف. عالیه. نه، اسمتون چی بود؟ گوهر جون، متأسفانه اشتباه متوجه شدین. بنده عرض کردم با 25% تخفیف، اجباری هم در کار نیست. در هر صورت من میخواستم محبتی کرده باشم به شما که خواهرم هستین، به شما که برادرم هستین و به این آرش هستم، خواستگار گوهر. بله همین ایشون. و این که دیگه اگر که امری با بنده ندارین، من باید برم یه ویدیو پر بکنم، با اجازه. الان واقعا دارید میرید؟ بله واقعا دارم میرم. میشه خواهش کنم ازتون فکراتونو بکنید؟ پدر مادر چشم انتظارن. بله پدر مادر چشم انتظارتون. فکر میکنم باید شما تشریف ببرین دیگه، راه رو هم که بلد. با اجازه. خدا نگهدار. دوستان دیگه متوجه شدین ما از اقوام درجه که خانم هستیم دیگه، رفتارتون بد نباشه. خدا نگهدار. داداش باید یکم دیگه اصرار میکردی، میشد قانعش کنی بیاد مامانو ببینه. عزیز من باید بهش فرصت بدیم، من مطمئنم راضی میشه، نگران نباش. شما میای پیش ما خونه؟ من نباید برم، شما مصطفی. خب پس اگه اجازه بدی من شما رو تا آجودانیه برسونم، بعدم همون مسیر جنوب میرم گوهر خانم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. لنگ زور شد. تو هنوز نرفتی؟ خواب موندم. مهمون داشتی؟ آره عموت اومده بود اینجا. امروز تا کی هستی متا؟ در مورد چی حرف میزد؟ اگه میخواست شما بدونی که خب جلو شما میگفت. تا کی متب میمونی؟ در مورد من مسعود بود؟
اگه راجب شما مسعود بود مطمئن باش من تا الان بهت گفته بودم. جواب سوال منو میدی یا نه؟ تو عصری هستم. خیلی خوب، پس عصری وقتی بذار. اشکان میخواد بیاد دندونشو جرمگیری کنه. آدم توی ما چند بار میره جرمگیری دندون؟ بابا از میناش دیگه رسیدیم به عصب. خب شاید دندونش جرم سازه. دندونش جرم سازه؟ والا من اولین باره دارم این حرفو میشنوم. این کارش با این چیزا درسته میشه؟ بگو یه دونه جرمگیر سماور بگیره هر روز قرقره کنه. حالا اگه خالی شد وقتم بهت میگم. حالا بعد روز پنجشنبه میخواد بیاد خواستگاری، دوست داره دندوناش همچین شفاف و روشن باشه. پنجشنبه میخواد بیاد خواستگاری؟ خواستگاری که دیگه نه. بله برو، میدونی که دایی تینام دیگه رو حرف من حرف نمیزنم. چته؟ هی با تو هم میگم چته؟ ماما خجالت نمیکشی؟ من الان زنگ بزنم به مسعود چی بگم؟ بگم شرمنده معذرت میخوام 10 سال وقتتون رو گرفتم. ان شاء الله قسمت شما هم میشه. نه. تو ببینم. چی بگم؟ شما نمیخواد به مسعود حرف بزنی. من خودم آب پاکی رو ریختم رو دستم بود. بالاخره تکلیف اونام باید روشن بشه دیگه، گفتم. تو صبح عموی بیچاره منو کشوندی اینجا اینو بگی؟ نمیگی مریضه؟ نمیگی رگ گردنشو تازه عمل کرده؟ ای کاسه ازش دختر، تو نفهمیدی این همه سال مادرت چه خون جگری خورده؟ بابا پدرش هم میدونه که پسرش جربوزه نداره. شما دوتا قسمت هم نیستین، بفهم اینو. ببین من و اون برادر زادتون هیچ سنخیتی با هم دیگه نداری. خیلی هم با هم سنخیت دارین. اولا که شما هر دوتون دکترین، بعد اون میاد پیش تو دندونشو جرم گیری میکنه، تو هم که صورتت به خانواده پدریت رفته الا ماشاءالله اشکال، دماغت، پلکت، یه از این چیکاره ریزکاری هم که زیاد داری. به خاطر اینکه حرف خودتو به کرسی بشونی حاضری هر عیب و ایراده رو دخترت بذاری. آی بابا، این که خیلی واضحه از این ماشین اینترنتی هست، داره میگه که پولو نقدی بدین چون شرکت خیلی پولشونو دیر میده. یعنی این آقا واقعا با این ماشین کار میکنه؟ آره بابا، انقدر اینا زیاد شدن. تو که به من دروغ نمیگی که؟ خدا اون روزو نیاره من به شما دروغ بگم. اصلا از وقتی که با شما آشنا شدم دروغ از زندگیم حذف کردم. یعنی تقریبا همه نقاط ضعف اخلاقیمو حذف کردم. الان دیگه هر چی مونده نقاط قوته. ببخشید، این یه بار مجبور شدم بهتون دروغ بگم. یکی از طلبکارای شوهرم بود. اون بیشرف چکای منو داده بود بهش. اون اومده بود اینجا داشت منو تهدید می‌کرد. قیافت شبیه تهدید شده ها نیست؟ خب الکی نیشم رو باز کردم که اون فکر نکنه از تهدیدش ترسیدم. چاره ای نداشتم. چرا به خودم نگفتیم؟ مگه قبلن چکاتو نخریدیم از طلبکارات؟ مگه برات خونه نگرفتم؟ خب به خاطر همه این کارهایی که کردین روم نشد اینم بهتون بگم. همه بارام رو دوش شماست. باور کنید حتی میخواستم کلیه‌مو بفروشم که بی صاحب سنگ سازه. مگه قبلا گذاشتم بارت زمین بمونه که حالا بذارم؟ اونم درست وقتی که داری میای تو خونه من. چقدر هست چکه این مرد که؟ زیاد. چقدر؟ 450 میلیون. این آخریه؟ بله. چکه دیگه ای دست کسی دیگه ای نداری؟ نه. خیلی خوب، بگو بیاد پولشو بگیره چکو بده بره. فقط خوب گوش کن، اگر یک بار، فقط یک بار به هر دلیلی حتی تشکر سر و کله مرد که پیدا بشه، میدم بپیچنش روی قالی بذارنش گوشه انبار. روشنه؟ باش، ممنون. خدا سایت و عروس سرم کم نکن. زنگ میزنن ناصر. ناصر برو در باز کن، زنگ میزنن. من که این کار رو باید خودش انجام بده. ناصر مگه تو توی خونه نیستی؟ من دستم تو خرسه، بیا برو در باز کن. لعنتت کنه
که هر وقت لازمت دارم به درد نمیخوری. اومدم بابا، در از جا نکن اومدم. بله. سلام. سلام. شما باید حوری خانوم باشی. واسه من باید نباید نکن، من حوریم همه هم میدونن. امرتون. من سمانم، دخترموی مسعود. ای وای سمانه، عکس تو مسعود نشونم داده بود، تو عکس خیلی مقبولتر بودی. ای قربونت. ایوا میشه اینجا قربون من نری؟ که قربون تو رفت، یه لفظ اومدم، حال خودم خوب نیستم. تو رو خدا قش نکنید، من نمیتونم دستان رو بلندتون کنم. اینجا هم کسی نیست. من چرا اینجوری شده؟ خوبین؟ خوبین؟ حرف زن الان خوب میشم. تولا اینجور حالی نشده. میخوای من برم بعدم مزاحم بشم؟ نه بابا خوب شدم. یه تو بیا تو. یا 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 سمانه. آه آه آتر آه خب چیزی نیست، یه چند تا دندون پوسیده داریم که ایشالله تشریف بیاریم مطب، من اونجا براتون درست میکنم. یعنی آینه که میذارن روش خوشگل میشه؟ اون که لعنت بابا، حالا میان که تشریف بیاریم مطب، اونجا دندونتون درست سرویس میکنم. خیلی خب، خودم فهمیدم بابا، یه خانم دکتر مفتگیر آوردیم، بذار این دندونه بی صاحب یه نگاه بهش بندازه. بابا تو جراح مفتگیر بیاری وسط خیابون شکمت رو بدی سفره کنه؟ آقا ناصر دندون خیلی عضو مهمیه. ببخشید به نظر من بریم پیش دکتر حسابی. هانی نه اصلا میفرماید که شما یه خدمتی میتونی به مردمت بکنی، اون خدمت رو نکنی اصلا درست نیست. ببخشید شما دندون پزشکین دیگه؟ بله من کار دندون پزشکی انجام میدم. بله من چرا طرف عروسی دیدم میگیری؟ ببخشید دکتر دیگه. ببخشید اگه یه لحظه اجازه بدید من میخواستم خدمتتون یه چیزی بگم. من بابت این اینجا هستم، بابت موضوعی که 10 سال من و مسعود داریم بابتش میجنگیم و داره از بین میره. میجنگی؟ چی داره از بین میره؟ ازدواجمون. واقعیتش اینه که الان مسعود درگیر کارای شما بود و همین که گذشته مسعود تغییر کرده، یعنی اینکه دیگه واقعا پسر واقعی عمو مصطفی من نیست و پدر مادر شما هستین، باعث شده که مادر من کاملا نظرش در مورد ازدواج عوض شه و یه کیس دیگه رو برای من در نظر گرفته. کیه اونو؟ حالا خوشگیرم بیا من به شما مشاوره میدم. خب به نظر من برای عشقت بجنگ. من خودم آقا ناصر 10 سال برای این کوهیار جنگیدم. حالا نتیجه رو آره فاکتور بگیریم. بله همیشه تا بوده از این حرفا بوده. همین طلعت خانم خودم یه قصابی عاشقش بود. خب داداش زد پای قصابه رو شکوم. الان این چند سال پیر دختر این طفلک. چرا راه دور بریم؟ همین ناصر میدونی چه زجری کشید تا منو بهش دادن؟ همین من بابا دروغ میگه، این دزدمه رو باباش انداخت به من. خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید. ببینید من و مسعود تو این مدت مقاومت کردیم، جنگیدیم، تمام تلاش خودمون رو کردیم. فقط یه موضوعیه، این کیسی که مادر من برای من در نظر گرفته اون ایدئال هایی رو داره که مامان من میپسنده. اولا پسر داییمه، جراح متخصص زیباییه، از مال و منال هم هیچی کم نداره. ببین این کیستو بده دست من همین تو محل خودمون یه دختر خوب براش پیدا میکنم، دستشو بند میکنم میدم شرش کم شه. نه اصلا کیسای کوری به درد نمیخوره که همشون دختر اسقر بقال و دختر خلیل و اینا ولش کن. شاید راه دور بریم، من یه دختر زایی دارم همچین تو مایه حوریه تو پل قشنگ. ببین این آلبوم بیار. بابا جان دختر دایی چی؟ یه لحظه تشریف میارین اینجا. ببخشید عذرخواهی میکنم. من میگم جون نماد بدین شیتیل مشتی میشه گرفت. ببر من شماره این دامادو میتونم داشته. یه لحظه اجازه بدین خواهش میکنم. من دارم چی میگم، شما دنبال چی هستین؟ پول من اگه الان اینجا من سر بیشواری نیست، من دلم برای پسر شما میسوزه. مسعود. بله مسعود 10 ساله داره میاد خواستگاری من، 10 ساله جواب نشنیده و صبر کرده. تو این مدت هم بیشتر از همیشه مامان من با عمو سر لج افتاده. دستم به دامنتون، اگه کسی بتونه کاری برای من کنه فقط شمایید. اگه میشه بیاین با مامان من حرف بزنی از سر لج درش بیاری. خانم کاری از دست این بر نمیاد. این طلعت خانم عاشق یه قصاب بود، بابا عزت پای قصابرش بود. الان تعریف کرده ببین الان خیلی سال تفلک
پیر دختره. این همسایه ما. این ماجراها همه جا هست. بله. انقدر بودن پسرایی که دخترها خوششون اومده، دخترایی که پسرها خوششون اومده، همه دنیا مخالفت کردن. ولی اونی که باید آدما رو به هم برسونه. هوریجو من یه دوستی داشتم مژده. یادته کوهیار مژده رو؟ وای این بیچاره سمونه جون، یه خاله انقدی داشت اینجاش، خب بعد یه پسر عاشقش بود، آقا ناصر، قد بلند، رعنا، مهندس. اما مامان بابای پسره به خاطر این خالی که مژده داشت نذاشتن اینا با هم عروسی کنن. آخرش این نمیدونم چی شد. ازدواج میکنن. آره بابا، آره. ببینین اینا قصه. اگه اجازه بدین من با اجازهتون دیگه رفع زحمت میکنم. من نمیذارم دهن خوشگلی به خدا. من باید برم مطب، مریض دارم. دخترم بشین ببین اینجا خیلی پیچ و پیچه. ببینم ماشین داری؟ بله. مطمئن باشم؟ من که با شما تعارف ندارم، ماشین دارم. حتما برم آماده بشم تا یه جای بیام باهات گم و گور نشی. منم کار دارم، الان میام. منم با اجازه برم الهی در مدل ماشینشون رو ببینم. ای فضول این کوهیار. هوری خانم جان، من دیگه امیدم به شماست. قربونت برم. بچه ها باقالی شما مفرمه خواهش میکنم بچه اینو بذارین عقب آب باقالی نریزه روش. امروز خوش گذشت ها. متشکرم. جات خالی بود، خیلی بچه ها رو دوست داشتم. کاش بهشام میگفتی چرا نیامدم، حتما حقو به من میداد. حالا دیگه گذشت دیگه، ایشانا دفعه بعد با هم میرم. مهم اینه که خوش گذشت بودم. اینم بذار پای کادو امروز. تولدمه، باز یادم نبود. تو همیشه یادت، ممنونم ازت. واقعا برات متاسفم جواد. خیلی چیزها رو یادت رفته. سالگرد ازدواجمونه. تو باید با بچه ها پیش خانوادت باشی. من پیش خانوادم باشم. بدتر از همین که اصلا یادت هم نباشه. این از طرف بچه هاست برای تو. اصلا درد نکنه، ولی فکر کن که من 1% یادم نبود امروز، معلومه یادم بود. بارو کلک بازی در نیار، تو امروز یادت بود؟ بله، سالگرد ازدواج ما 23 دی 24 دی شب سالگرد ازدواج ما 23 دی من یادم بود، باور کن. ببین اینو بده من. اینو بگیر. تقدیم به شما. وای شما چقدر قشنگه. بیا عرض اینم بده ارسلان. خیلی دوست داشتم دیگه، به یاد دوران جوانی و موقعی که به من بله گفتی. خوبه ولی خوب نیست. حالا ببخشید من دستم خالی بود، نتونستم برات کادوی بهتری بخرم. بابا همش حسین داره با این پرونده بازی میکنه. حسین من دادم اون پرونده رو مراقبش باشی، برای چی اینجوری کردی؟ بده من بابا امیر، من قاضی کشید دستور چی میگیرم. این مرده رو نگاه کن، این مرده همونیه که داخل خونه عزیز به من شکلات چوبی داد. این کجا؟ آره این داخل خونه عزیز بود. این اونجا بود؟ آره. حسین برای چی دروغ میگی؟ من دروغ نمیگم. چرا دیگه حسین؟ الان اصلا ماجرای آب نبات مهم نیست، مهم اینه که این بچه دروغ از کجا یاد گرفته که دروغ میگه. من بهش یاد دادم؟ چرا اینجوری میکنی با بچه؟ مگه خودت نمیگی همیشه حرف راستو باید از بچه شنید؟ چی شد پس؟ آقا من واقعا گلایه‌ای ندارم که چرا شما این کار رو انجام دادید. میگم دست کم به من میگفتین، من در جریان میبودم. این بنده خدا خونه ما رفت آمد داشت. ولی من خودم دلیل قانع کننده ای ندارم. دروغ و پنهونکاری ته نداره. هر چقدر که میگی باز هم باید بیشتر بگی که قبلی ها رو بپوشونی. بیچاره ماهرخ، میدونی یه مدتی
منزل زنموت خدمت میکرد. تو از کی فهمیدی موضوع رو؟ من چند روز پیش زنمو بهم گفت. من بدبخت خر رو بگو که مرتب داشتم به این ناصر باج میدادم که ماجرا رو به تو نگه. احتمالا خود ناصره. برو یه جایی قایم شو. آقا رشید برو در بکن. آقا ببخشید اینجا دمش زیاده، من عرق کردم میترسم بچه‌ام. اگه ممکنه یکی بره در رو وا کنه. آقا تو کوچه که نمیخوای بری، داری میری دم آیفون در رو وا کنی. برو. ماشاءالله واسه این که از زیر کار در برین همیشه یه هفت تو آستینتون دارین. میشه بگیم من چه خبره اینجا؟ هیچی بابا، این آقا پدر شما، ببخشید بابای شما، این نمیدونم از کجا موضوع رو فهمیده، مرتب داره اصلا باج سیویل میگیره، حق و سکوت میگیره. حالا برو یه جای قایم شو. میگم الان میگم بهش بیا بیا بیا. آقا مصطفی خونه. سلام آقا مصطفی. بابا این نوکرت عوض کن، خیلی قرش ماله، اصلا چش دیدن منو نداره. خودتم که آماده نیستی نوکرت، هم قلقلیتم که خاموشه، حتما گرخونم آماده نیست. الان همه رو را میندازم. آقا ناصر یه دسته بایستا. جونم آقا مصطفی، اگه بهت بگم امروز میتونی از استخر و جکوزی استفاده بکنی چی میگی؟ بهت نمیاد از این اشتباه بکنی، چون میدونی منم زنگ میزنم به مسعود، سیر تا پیاز قصت رو میزنم کف دستش. باش منتظرم. ببین منو نترسو، من خالی بندی نمی کنم. بفرم. این شماره آقا مسعود، زنگ بزنم بهش. بفرمایید. مطمئنی؟ بله. باشه. شماره شو گرفتم، داره زنگ میخوره. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا خونه پدرمه، شما اینجا چی کار میکنی؟ بابا کار زندگی من کار دارم با آقا مصطفی. هزار یک مسئله دارم. بیرون دارم خودمو به هر دری میزنم که بچه های شما، یعنی خواهر برادرای خودمو پیدا کنم. اون وقت شما میای اینجا پدر اخاذی میکنی؟ من اخاذی؟ بابا یه چال آب، یه حوض انقدی، یه میوه ترشیده، یه آب زیپوت بسن به نفع ما، میگه حق السکوت. ببخشید من تو کارهای شخصی شما دوتا دخالت نمی کنم، مسئلتون رو خودتون حل کنید. آقا مصطفی واسه کار. آقا من با شما کار دارم. آقا من با شما هیچ کاری ندارم، دست با من نزن. بابا عشق 10 ساله من رو حواس، آزمون گزینش هیئت علمی دانشگاه رو از دست دادم، به هر دری دارم میزنم این بچه‌ها رو پیدا کنم، شما کمک نمی‌کنی، هیچ سنگم میندازی. آی 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 آی. ترمزشو بکش، مهنت این کارات سر من نذار. آقا جون من اصلا بچه نمیخوام. همینه تو قیامون واسه من بچه میاری؟ تو میخوای قهرمان بازی در بیاری؟ من سر نه. آقا قهرمان بازی چیه؟ من خیلی وقت ندارم، باید بچه ها رو پیدا کنم. ماما مریضه. اسم هوریه رو وسط نکش. اون ماشاءالله 10 تا گوله توپم که بخوره آق نمیگه. عزیز من نمیخواست شما گوهر بفهمین، وگرنه مریضه، دارو میخوره. آزمایششو خودم دیدم. بگو جون آقا مصطفی. هرچی پای من خدا رو میکشی بس. برای تو اونو بیشتر دوست داری، دروغ نمیگی. جون آقا مصطفی، جون شما، جون خودم اصلا. پرت هم من ها. من میبینم از وقتا دل رودش میریزم. فکر کنم به خاطر آشه گرد. به آش خیلی دوست داره. سر آش چیه؟ میگم حالش خوب نیست. جون بابات. جون ناصر راست میگی؟ بله متاسفم. ببین. هر نوع فداکاری بخواد براش انجام میدم، دل، جگر، قلب، هر چی خواست من هستم. نه آقا هیچ کاری نمیشه براش کرد. نمیشه؟ مسعود کمرم رو شکوندی، برو یه موضوع درده بیار. بله؟ برو فشارم افتاده. آه آی منسو خدا بگم چه کاره دارم آخه، تو همچی موقعیتی بادم چه خبری بدی؟ آخ بابا منسو، آخ
پرش میگم دست به این خرسان نزن نفرینت بیکنه نمیشونه خرس میبافه. زحمت چه خرسی ساختی و آدم حرف میزنه به جون خودت هوریه نگاه کن خرسه بود حرف میزنن؟ آره ببین ما حرف میزنن باز با رحیم اینا میپری؟ تلخمون نکن آقا این چه حرفیه نه به جون خود من از صبح تا حالا پاک پاکم ناصر تو این خونه دیگه بچه میاد و میره ما نوه‌دار شدیم باید یه خورده رعایت کنی دست و پاتو جمع کن دیگه پیر شدیم منم همین نمیگم حوریه به جون خودت ببین وقتی بچه جواد بغل گرفتم مثلا حالی به حالی شدم دنیام عوض شده بعد گفتم این کثافتو بذارم کنار یه وقت بود ندم آخه این وروجکام مشامشون عین باباشون تیزی کاری دستمون میرن به جان تو حالا ویل کن یکم مهربون باش قربونت برم چای آوردم این چای منه؟ چرا اینجوری ریختی؟ مگه من اینطوری میخورم با این 8 لیوانه میشه جواب داد؟ باشه کس همانی هم نداره چهش قربونه همین الان عوضش میکنم نمیخواد بری بذار برم عوضش نمیخوام یکم رنگ بیارم نمیخوام جونه ما بشین ناصر جونه ناصر راستشو بگو چرا اینقدر مهربون شدی؟ بابا خب منم آدمم احساس دارم قربونه دارم گفتم حالا که خونه آدمون داره بزرگ میشه این بچه ها دارم میان تو خونه خب یه کارهایی بکنیم کارهای خوب باشه که اگر قرار چیزی یاد بگیرن کارهای خوب یاد بگیرن از من تو تو هم هر وقت کاری داشتی فقط به خودم بگو نوکرت هم هست واقعا؟ به چون خودت ناصرت بمیره اگه دروغ بگم والا چی بگم؟ ولی کاری که ندارم ولی خب یه خورده آره من مثلا پول میخوام برای چش روشنی برای این تولد مولد بچه ها برای عروس داماد چه میدونم مثلا برای جهیزی گوهر یا یه دستی به سرگوش این خونه بکشیم که اینا میان نگرخن این همه آدم میان رفت آمد یا قرض همسایه ها رو بدیم که جلوی این بچه مچه ها و نوه ها نریزن تو خونه آبرومون رو ببرن دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه اگه چیزیمون تا اینا همش مال بچه هاست ولی اگه چیزیمون برای خودم هم یه دوتا علنگوی چشکور کنه باشه دشمن باشه باشه جمع کن مورو بخواب ولی چه وقتی این حرف هاست تا آدم یه دست سرشون میکشی زود دوم تا دوم میزن پول کجا بودستم منو بگو خامه تا شدم بابا خاموش کن ترتره اینا من باید کپم دیواره کی یادگاری نوشتی بوریه اونو خاموش کن بگم چشم باشه یه فکر برات میکنم تو همه زندگی میخوریه جنس داری؟ نه آقا من مواد فروش نیستم که آقا شما مواد فروش نیستی؟ نه دیگه داداش باشه برو باشه برو الان تابلو میکنی برو برو تو هم بگو چرا اینجا قرار گوشتی؟ بابا اینجا خانوادگیه کسی ما شک نمیکنه. بچه‌ها تو به من بگو تو چرا اینقدر پیغام پسخام میفرستی؟ چقدر پیله‌ای تو؟ خب تو هم بگو چرا اینقدر پیغام پسخام نفرستم؟ چرا اینقدر پیله نکنم؟ بابا زندگی من نابود کردی تو. آقا من دیگه نیستم. اگه تو خودت نگفتی بیزینس کارم لیزینگ کار میکنم من هرچی گفتم غلط کردم اشتباه کردم اصلا یه همچی چیزی گفتم اومدم الان بهت بگم نیستم آقا پا ما میخوام از این قضیه بکشم بیرون بابا بذار یه خورده آب از آسیا بیفته همه چی درست میشه بعدش هم تو چرا اینقدر خالی کردی از چی میترسی بابا من مامورات سر کوچه اومدن دنبال من دیدی هیچ کاری نکردن الان من کی اینجام بیا این خیالم هم نیست
این خیالت هم نیست. معلومه که این خیالت هم نیست. عکس تو رو که تو روزنامه چاپ نکردن که، عکس منو چاپ کردن با اون مسئول خرید بدبختمون، زیرش هم نوشتن اون شریک من بوده. اگه عکس تو رو چاپ میکردن تو روزنامه همینجوری این خیالت هم نبود، میومدی تو محیط خانوادگی قرار میذاشتی؟ بعدش هم آقا یکی از این مامورا این پرونده داداشم. داداشه؟ از همین خانواده جدیده؟ آره بابا، روزی دوبارم پا میشه میاد در خونه ما. آقا از اون خونه بزن بیرون. و چی از اون خونه بزن بیرون؟ تو وضع زن من رو نمیدونی؟ با من بچه هم چند روز دیگه داره به دنیا میاد. تا قبل به دنیا اومدن این بچه باید تکلیف این قضیه روشن شه، وگرنه من میرم خودم تحویل پلیس میدم، همه چی هم لو میدم. دیوان لاغل اینجوری بالا سر زن و بچه تی، فردا لو بری دیگه رنگ بچه تو نمیتونی ببینی. خب درک آقا، ببین استرس با فیس من چی کار کرده؟ همه پوست منو خراب کرده. ببین باید تکلیف این قضیه روشن بشه، وگرنه من میرم همه چی رو لوم. بابا تکلیف چی رو روشن کنم؟ بابا اون موقع ما اون پولایی که از مردم گرفتیم که ماشین تحویلشون بدیم معادل 1,000,000 دلار بوده، اما الان شده 100,000 دلار. اصلا ممکنه چند وقت دیگه هم بگذره، اصلا بیا زیر صفر. بابا بیا این پولا رو بدیم دست مردم، رضایتشون رو بگیریم، بقیه‌اش هم همینجوری خورد 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 میدیم بهشون. آقا کدوم پول؟ من همه پولا رو خرج کردم رفت تمام. همه پولا رو خرج کردی رفت تمام؟ بله. بارو آقا بارو، تو داری منو میپیچونی، بچه گیر آوردی. ببین دو روز وقت داری پولا رو بیاری پس بدیم به مردم، وگرنه من میرم همه چی رو لو میدم. حالا خودت میدونی. خودت خدا نگه. کویا من آدرس خونه تو رو باید پیدا کنم. بایستا کنم باید برم دنبال شریکم خونه رو پیدا کنم. با کنم من با تو هم کجا من برم؟ همینجا یه چرت بزن تا من میام. دوست سرمون چه زود چرت بزن. راننده کن لابی. اینجا؟ بله. این همه مزون خوب دور بر خودمون. منو برداشتی ورد اینجا که چی بشه نمیدونم. مامان جان گفتم که پول نداشتم دندوناشو درست کنم، گفت بیا به جاش برات لباس میدوزم. اگه کارش هم مثل جاش باشه که؟ کارش خوبه، نگران نباش. اگه کارش خوب بود که مزونای بالاشهر برده بودنش. مامان شما چرا فکر میکنی فقط مزونای بالاشهر کارشون خوبه؟ مهم هنر خیاطی که این خانم داره. بیا اگه خوب نبود برمیگردیم. گفتی اسم این خانم چیه؟ گوریه. سلام خانم. سلام. ببخشید این هوریه خانم خیاطی میکنه میشناسی؟ هوریه رو میشناسم. آره اینجاست خونشون، اما خیاط محله منم. وا خانم، مگه ما پرسیدیم شما خیاطی یا نه؟ ما در مورد هوریه خانم ازتون پرسیدیم. آها، میخواییم برای خرستون لباس سفارش بدی. داره اینجاست. وا خانم، شما چرا حسودیتون میشه؟ بفرمایید ما خودمون میدونیم برای چی اومدید. از من گفتم بود دیگه. بفرمایید خانم، خواهش میکنم بفرمایید. واسه خرس لباس میدوزه یعنی چی؟ مامان جان این محل اکثرا خیاطن. ابالشهر میان سفارش میدن که ارزون براشون تموم میشه. اینا میخوان مشتری همدیگه رو قور بزنن. بیا بریم. اگه نپسندیدی سفارش نده. خواهش میکنم. ببین الان بهت گفته باشم، اصلا اونجا به من اصرار نمیکنی. اگر چیزی دیدم خوشم اومد که سفارش میدم. اگه نه زودی بلند میشیم میای. باشه، شما اگه نپسندیدی من خودم برمیدارم. من که پولشو دادم. من دیگه نمیکشم، میخوام درک کنم. باید همین نمیکشم خدا، ازم نمیخوام. همش داری ببینم، تو فکر کردی من خرسم که بیام اینجا لباس سفارش بدم، یا فکر کردی که بچم اسباب بازی میخوام؟ کدومش؟ مامان جون، یه راننده حرفه‌ای هر ماشینی رو میتونه برونه، یه خیاط ماهرم بلده هر لباسی رو بدوزه. یه لحظه صبر کن، الان میاد توضیح میده برات. حالا کجا رفت؟ دیدی که خودش گفت برم یه چایی بیارم. اوه اوه اوه، من
اینجا لب به هیچی نمیزنم. اشته مامان. خانم بیا، ما چیزی نمیخوای. خانم ببخشینی الان آبش جوش میاد، این گاز ما پت پت میکنه. لازم نکرده. ببخشید شما اینجا دقیقاً چی کار میکنین؟ دوخت و دوز. بله اونو که دارم میبینم. دقیقاً چه جور دوخت و دوزی؟ بله هر کاری که بخوره، چون گرونیه. من چیزه، من راستش همه چی هر کار. خب بعد گفتید به دختر من بیایم اینجا که چی بدوزین برامون؟ به دختر شما گفتم بیاد که ببرمش، بدوزمش به پسرم. بله؟ آخه من چیزم، مادر مسعودم. ایوا چه تصادفی، چقدر بامزه. خجالت نمیکشی؟ فکر کردی من بچه‌ام؟ میگم از دیشب تا یه نقشه تو سرت هست. مامان خواهش میکنم تو رو خدا شما یه چیزی بگو. من مامان چی بگم آخه؟ من هنوز یخم با این خانم باز نشده. این خانم با این چی بگه که من چیم بیاد که من حرفی ندارم با شما بزنم. هوری خانم خواهش میکنم تو رو خدا داره میگه. خیلی خوب به نام خدا. من هوریه هستم، یه زن خود سرپرست که بچه های زیادی داشت ولی همه رو گم کرد. این مسعود خودش منو پیدا کرد. من به حول قوه الهی رفت کش خواهر برادراشم پیدا کرد و برد دست من. الان همه پیدا شد. بسه خانم بسه، من این داستانو بارها شنیدم، کهنه شده. من میگی چیکار کنم خانم؟ من یه اون با نبودنم این بچه رو از داشتن محبت مادر محروم کردم. خانم راضی نشو با بودنم، از زنی که دوست داره باش ازدواج کنه محروم شه. قضیه مخالفت من با ازدواج این دو تا رب توی شما و الانا نداره، مربوط به گذشته است. من اصلا این چیزا رو نمیفهمم. مشکل خودتونه. نه یعنی یه مادر نمیفهمه. مادر همیشه فکر میکنه باید یه کاری کنه برای بچه‌هاش، همیشه فکر میکنه میتونه سه کاری کنه برای بچه‌هاش. خانم شاید شما از نظرتون من یه بی سواد خونه دار بیکار باشم، یا شوهرم مثلا به نظر شما ممکنه یه قلطاق پشت همانداز زندانی معتاد باشه. واقعا چه خانواده موجهی. خب اینا کنسل، اصلا شما به ما فکر نکن. شما تربیت آقا مصطفی رو که قبول داری دیگه. ابدا. اونم کنسله. خیلی خوب، پس خدا رو که قبول داری. به خاطر خدا خانم بذاری زوج عاشق به پای هم پیر شن. خانم بذار عروسی کنن. خانم من کنیزی تو میگم. لازم نکرده. من نه از اون نیره شانس داشتم نه از ماهرخ. ولم کن خانم، حوصله داری؟ بعدم بهت بگم. من و آقا مصطفی هم گفتم این قضیه ازدواج این دوتا از نظر من کنسله. سمان جانم خواستگار جدی داره، بریم. مامان خواهش شما کنم. مسعوده که میشناسید، مسعود پسر خوبیه. این روزگار دیگه آدم خوب برای خواستگاری کم پیدا میشه. شما از کجا میدونی خانم؟ شاید اون یکی خواستگار یا آدم بی پدر مادره ناجوره ناتوی از آب در اومد. خواستگار برادرزاده منه. پس کنسله. خوشبخت باشن، خدا حفظشون کنه. خواهش میکنم تو رو خدا به خدا زشت. خانم شما وظیفه مادری خودتو به جا آوردی، اجازه بده منم برای خوشبختی دخترم وظیفه رو به جا بیارم. فهمیدی چی گفتم؟ مامان گوری شوری گوری خانم خوبی؟ خوبی ناره؟ مامان گوری پاشو خانمات. این کیه؟ این که ما دست تو چی کار کنیم بابا؟ اومدی دندون اونو درست کنی؟ خونه امیدم رو خراب کردی؟ ای بابا ببین خانم، اگه بلایی سر زن من بیاری پول دار دوا و دکترش که باید بدی هیچ. اگرم اتفاقی افتاد تا ته قرون دیش ازت میگیرم. به من چرا ایشون کاری نکردن؟ بیا کاری نکرد مادر من، کاری نکرد. با این نستا به خوشتیدن به شکل اونی قرمت دارم. اونی نفس بکش، اونی چشات باز کن، اونی آقای همسایا آمد در شده. میشه یه ماشین بفرستی؟ آدرس آرسو اون دوتا بفرست. باشه آدرس اینجا رو میشه بگیر؟ آدرسو انتهای اتوبان امام علی جنوب. Oh.
دیده بود. اومدم بود. کجا بردن؟ به جون تو رفته از باشگاه. بیا تو ببینم. بیا ببینم. می خوردی شلوغ میکنی. چی شد مامان؟ چرا بازی بشی؟ خونه بودی این زن عمود و دخترش خدا از سرشون نگذره. اومدن نمیدونم در گوش هوری چی گفتن. دراز به دراز افتاد بسه گوه گیش بال بار بیزد حالش رو و الان کجا بردنش؟ بابا بردنش آزمایشگاه بابا گفتم اون آزمایش قبلیش تقلبی بوده باید دوباره بیاد آزمایش بده نکنم اون مورد مشکوکی گفتی تو باشه آره شاید همون باید حالا من چی کار کنم اونیه الهی قربونت برم من بی تو چجوری میتونم ازدواج کنم معمولا میگن بعد تو من چجوری میتونم زندگی کنم حالا چه فرقی میکنه بچه جو من ستون خونم رو دست دادم ستون همچین کت گلوفتی هم بود ماشالله حالا من بی این ستول دیگه چجوری میتونم تو اون خونه دیگه اگه ماما هوری نباشه میخوام اون خونه با سقفش رو سر هممون خراب بشه خونه مامان چیزی بهتون نگفتن؟ گفت ناصر تو همیشه خدا سایت بالا سر من بوده هرچی خواستم تو زندگی برام فراهم کردی بیا یه خوبی دیگه در حقم بکنیم دماغری این بچه هامو بیار من میخوام روی ماه تک تکی رو ببینم کوهیار که بنده خدا شرایط مناسبی نداره ولی من به محمد جواد گفتم بیاد کاش یکی زنگ بزنه ملودی اگه اجازه بدین من دفتر کارشون شماش دارم تماس میگیرم باش گوهر جانم عزیزم کابه اگه خبر داشته باشه خوبه